میرزا محمد فرخی یزدی در سال 1264 خورشیدی در یزد متولد شد. آن را که سخاوت است، گفت آن را که سخاوت است، به شجاعت حاجت نیست، به شجاعت حاجت نیست. فرخی یزدی از یه خانواده خیلی معمولی در حال در یزد متولد میشه. گفته میشه پدرش سمساری داشته، در حقیقت کار سمساری میکرده. درآمد چندانی اون خانواده نداشته، یعنی یه خانواده شاید زیر متوسط بوده و فرخی یزدی در حقیقت یک شخص خودساخته است. از کودکی به نونوایی رفت و تا جوانی هم که در یزد بود به این شغل می پرداخت. اشاره شده که فرخی بعضی شبها مجبور می شد دم دروازه شهر وایسته و نونهایی که در نونوایی فروش نرفته بود بفروشه. بردن نان به در خانه این و آن و اعیان و بیمارستان مرسلین برای او فرصتی مهیا ساخت تا در مدرسه مرسلین انگلیسی درس بخواند. اما در 15 سالگی با سرودن شعری علیه میسیونرهای انگلیسی از این مدرسه اخراج شد. می اومد توی منزل ما، همون موقعی که من بچه بودم می اومد و می رفت. اما من اون موقع هنوز سر و همام مطبوعات و اجرا نشده بود که این کسانی که روزنامه نویسایی که خونه ما پاتاقشون بود، فرخی یزدی بود، دیگران بودن، چند نفر از این روزنامه نویسای خیلی معروف، دائما پاتاقشون اول منزل ما بود به خاطر پدر. فرخی یزدی کودکیش در زمان ناصرالدین شاه، بخشی از جوانیش مظفرالدین شاه، بعد احمد شاه و بعد آخر روزگار پرتلاشش با رضا خان هست. من تعمدشم که رضا خان نگم و بگم رضا شاه و بعد از اینکه رضا شاه گفتم دفع سرداست و من سر زبونم. به هر حال این که من احمد شاه و رضا شاه رو انتخاب کردم به خاطر جوشش زمان حیاتش بود، والا او ناصرالدین شاه و مظفرالدین شاه هم درک کرده، ولی من تعمدن اونا رو نمیگم چون که فعالیتی نداشته در اون زمان. خودش یه مجله، یه روزنامه صاحب امتیاز، یه روزنامه جدی توفان خیلی بله مهمی در ایران. در 9 سالگی نجوای مردم درباره ترور ناصرالدین شاه به دست میرزا رضای کرمانی گوشهایش را تیز می کند و در 23 سالگی سرای بتون بستن مجلس را در یزد می شنود. بیم و هراس شاه مملکت از قلم چند نویسنده با آن جبروت و هیبت. مفتون جادوی شعر و نثر می شود. بهترین وسیله برای تسخیر دل مردم کوچه و بازار. خب روزنامه نگاران پیش قدم تری از فرخی یزدی هم هستن، مثل جهانگیر خان سور اسرافیل که به عنوان یه نمونه شاخصش میشه ازش اسپورت. منتها فرخی یزدی جزو در حقیقت همون روزنامه‌نگارهای در حقیقت اولین روزنامه‌نگارهای شناخته شده و تاثیرگذار تاریخ روزنامه‌نگاری ایرانه. در 34 سالگی مقارن با 1288 خورشیدی فتح‌نامه‌ای را در ستایش سردار جنگی است که مال و تجاری مردم را از دست دوستان پس گرفته است می سراید. چو بنشست بر پشت زین سمند، تو گفتی که آتش ز زین شد بلند. همه رو به میدان نهادند زود، چو سیلی که از کوه آید فرود. زمین شد چو بازار چین رنگ رنگ، بکس سوار و به برق تفنگ. سرایش فتح‌نامه در وزن متقارب که وزن شاهنامه است، روحیه حماسی و علاقه فرخی به شاهنامه را نشان می‌دهد. ابیات این فتح‌نامه به گوش سردار جنگ می‌رسد و با 200 تومان انعامی که می‌گیرد ادامه تحصیل می‌دهد.
چندین روزنامه در دوره بعد از مشروطه داریم که اینا به محض اینکه چاپ می‌شدن مردم برای خریدن اینا به اصطلاح سر و دست می‌شکوندن، مثل نسیم شمال، مثل حبل المتین، مثل عصر جدید. روزنامه طوفان هم در عصر خودش، یعنی سال 1300 که چاپ شده تا 1307، از همون روزنامه ما بوده. سال 1290 خورشیدی، فرار فرخی از یزد به تهران. روح را مسموم می‌سازد این روح را مسموم می‌سازد این هوای مرگ بار. زندگانی گر بود زین خطه بیرون می‌شویم. گر کسی گوید کجا این شعرها آموخته، گویم این اشعار گوید با دهان دوخته. این که رسم خود معروف عرف میگه، ایجا دیگه هم میگه که ای دموکرات بوت با شرف نوپرست، که طرفداری ما رنج بران خوبی تو هست. گر زهم مسلک خیشت خبری نیست دست، شرح این قصه شنو از دو لب دوختم، تا بسوزد دلت از بعد دل سوختم. رسما خود معروف عرف در دو شعر بیان میکنه به دوخته بودن که آثار شما میدیدم اصلا جای نقص زدن. برخی ها ممکنه فکر کنن که یک بحث تخیلی است، یعنی یک کاری انجام میشه که یکی از عجایب است در تاریخ جهان حتی. آیا این که دکتر انور خامنه‌ای لب دوخته بودن فرخی رو، با اینکه اسناد زیادی در این باره وجود داره و خود فرخی در اشعارش به اون تصریح کرده، رد میکنه، دلیل چی میتونه باشه؟ من فکر میکنم که یه تعبیر شاعرانه است، یه تصور شاعرانه است از لب دوختن. الان هم میگن دهانش رو ببندید، دهانش رو بدوزید. این لزوماً به منزله دوختن نیست، بلکه دهان رو بستنه، حبس انداختنه. من فکر میکنم وجود نداشته، واقعیت نداشته. پدر میگفت که لبش ها دوخته بودن، چوب و فلک کرده بودن و در به اصطلاح اتاقی در همون مثل محل حکرانی زیغ مدل حاکمیت ایشون زندانی بودن، که بعد خب از زندان فرار بکنن و با زغال روی دیوار زندان می‌نویسن به زندان نگردد اگر عمر طی، منو زیغ مدل ملک ری. هر وقت ضرورت تفرقی می‌شد به در کنار مادرش نشسته بودم، عرض کنم که عشق از چشمانش جاری بود و میگفت موقعی که دهنش را دوخته بودن و پیراهن پر از خون بود و وارد بازارچه شد و من به استقبالش رفتم، شروع میکرد به گریه کردن. حالا هم که دارم صحبت میکنم بدون میگم نمیتونم که دقیقا میگم حالت این مادر رو ببینم که چجور برام تعریف و تمجید میکرد. از زندان فرار نمیکنه، وقتی شهر تعطیل شد او را از زندان آزاد میکنن و فرخی حضرت میخوام از مسیر زندان ها تا خونش که حدودش 500-600 متره و از همونجا حضرت میخوام وارد همین خونه ای شد که الان مال فرخی هست. چو شاعران اگر اقرار من بکار برم، بدیهی است که خجلت برم بر وجدان به جرم نوپرستی لب و دهانم دوخت که با دوخته سوزن جزا. ما شنیدیم فکر میکردیم شوخی مثلا، بعد که ما رفتیم تحقیق کردیم، خودم یادم موقع دانشجو روزنامه‌نگاری بودیم، تحقیق کردیم نه بابا جدی لب این بابا رو دوختن به هم دیگه، یعنی اومدن با سوزن نخ گرفتن خوابوندنش، با اونم با سوزن خیلی کلفت، یعنی معمولی نبوده، از این سوزنای خیلی کلفتر قشنگ لبای اینو دوختن، کاملا به هم گره زدن، درست کردن، بعد ولش کردن رفته. پدر میگفت که یک بار تهران بودم با معروف فرخی و یکی از دور با فرخی سلام علیکی کردن. فرخی گفت که زیاد کنجکاوی نمیکنی بگم این کی بود. گفتم کی بود؟ گفتم او زیغه مدلایی بود که دست شده لب ما را بدوزن و ما را به چوب فرک بسته بود، که به اصطلاح در خیابون تیر هم دیده و سلام علیکی کرده بودن. به روزنامه نگارانی که در این محافل بودن مرتبط میشه و علاقمند میشه به حرفه روزنامه نگاری.
ششم امرداد 1293 خورشیدی، آغاز نخستین جنگ جهان. انقلاب اکتبر 1917 در شوروی. با کنار رفتن آلمان، عثمانی و روسیه از خاک ایران، انگلیس همچنان یک تازه میدان سیاست ایران است. عقد قرارداد معروف به 1919 با انگلستان، معامله استقلال ایران توسط وثوق الدوله برادر قوام السلطنه. 18 خرداد ماه 1299 خورشیدی، اعتراض فرخی یزدی، میرزادی عشقی، عارف قزوینی، ادیب الممالک فراهانی و ایرج میرزا به انعقاد قرارداد. فرخی به همراه جمعی از نویسندگان دستگیر می شوند. با وثوق الدوله باد سبا گو این پیام، با وطن خواهان ایران بدسلوکی نیک نیست، آن که تقصیری ندارد هیچ جز حب وطن، جای او در هیچ مذهب محبس تاریخ نیست. گر بگویی موطن خود را چرا دارند دوست، الفت ملت به موطن قابل تفکیک نیست، مرغ هم با آشیان خویش. فرخی در سرمقاله احمد شاه را به هواداری از وثوق الدوله و خوشنودی از قرارداد 1919 متهم می کند. احمد شاه از فرخی به دادگستری شکایت می کند که با برکناری وثوق الدوله ماجرا خاموش می شود. آوازه فرخی در تهران پیچیده است. او به دعوت سید حسن وحید دستگیری، مدیر مجله ارمغان و انجمن ادبی ایران می پیوندد. به همراه ملک شعرهای بهار، محمود افشار یزدی، علی اصغر حکمت، سعید نفیسی، محمد علی فروغی، بدیع الزمان فروزانفر، غلام رضا رشیدی یاسمی، تیمورتاش، کریم امیری فیروزکویی، محمد حسن رهی مهیری، احمد اشتری یکتا، یحیی دولت آبادی و حبیب یغمایی. تا اون زمان اون مسائلی رو که در حال به عنوان یک شخص آگاهی در جامعه انتقاد بهش داشت در زمینه‌های مسائل سیاسی یا اجتماعی رو به صورت اشعاری که می‌سرود بیان می‌کرد. همکاری فرخی با جراید مجلس، اقدام و بدر در تهران با نام مطبوعاتی میرزا فرخی دهندوخته یزدی. بلکه حالا احساس می‌کنه که می‌تواند از طریق روزنامه‌نگاری هم نظرات و در حال دیدگاه‌های خودش رو مطرح کنه. پس اقدام می‌کنه به این حرفه و فعالیت و امتیاز روزنامه‌ای رو به نام طوفان میگیره و هر روز صبح یک رباعی در بالای روزنامه‌اش میگذاشته برای انتشار. در وطن ما کنون جاهل و عالم یکی. در وطن ما کنون جاهل و عالم یکی است، در بر ابناء او سارق و سالم یکی است، پیش وکیل و وزیر خائن و خادم یکی است، آن که بر چشم او عادل و ظالم یکی است. خصوصیت روزنامه طوفان اینه که کلیشه سرخی زده، یعنی علامت اینه که افکار انقلابی خودشونو حتی روی برگ اشتراک یا قبض آبنمان مرکز طوفان هم پیاده کرده. بیشتر مشارکین این روزنامه ها نماینده های تجار بازار و علما و سیاسیون بودند. روزنامه‌اش دهش که به آمد از دست هم مردم میخواهیزند. یعنی نشون میده که درست میزده به هدف. حدود 8 سال روزنامه طوفان رو منتشر میکنه. منتها خب این روزنامه‌ای بوده است که به دلیل در حال مشکلات مالی که اون موقع او داشته در هفته در ابتدا 2 شماره منتشر میکرده، بعد که یک مقداری روزنامه مورد توجه قرار میگیره در هفته 3 شماره منتشر میکنه. طوفان بارها زیر تیغ سانسور میرود. هشتم آذر ماه 1300 خورشیدی، نخستین توقیف روزنامه طوفان در شماره 21 به دستور قوام السلطنه. 17 آذر ماه 1300 خورشیدی،
برای نخستین بار در تاریخ مطبوعات ایران صفحات لایی مربوط به اخبار داخلی سفید چاپ می شوند. فرخی در بالای صفحات سفید چنین می نویسد: وزارت داخله اخبار داخله را سانسور کرده است، ولی مخبر ما خبر از غیب آورده که در شماره آینده منتشر خواهد شد. توقیف گسترده روزنامه و دستگیری چهره‌های سیاسی. در طول مدتی که فرخی یزدی روزنامه طوفان رو داره منتشر میکنه، 15 بار توقیف میشه این روزنامه. این یه رکورد خودش. روزنامه‌های پیکار، قیام و ستاره شرق جرایدی هستند که در هنگام تعطیلی طوفان میزبان اشعار و مقالات فرخی میشوند. طوفان که از توقیف برون میآید، جان در تن ارباب جنون میآید. زین سرخ کلیشه کن گذر ای خائن، اینجاست که فاش بوی خون می آید. نهم آذر ماه 1300 خورشیدی، انتشار شماره نخست روزنامه ستاره شرق فرخی است. تأسیس اتحادیه مستأجران توسط فرخی در کوچه اتحادیه جنب دفتر طوفان برای احقاق حتم مستأجران از مالکان، تأسیس قرائتخانه برای کارگران بیسواد و بازاریان در تهران، اصفهان و یزد. فرخی هر روز روزنامه ها را با صدای بلند در قرائتخانه تهران می‌خواند. و متاسفانه هیچ جا اثری از قرائتخانه های طوفان نیست. دوم بهمن ماه 1300 خورشیدی، حسن پیرنیا مشیرالدوله به جای قوام السلطنه به نخست وزیری میرسد. دهم اسفند 1300 خورشیدی، سردار سپه در اعلامیه خود را مسبب حقیقی کودتا معرفی میکند. آیا با حضور من مسبب حقیقی کودتا را تجسس کردن مسک نیست؟ صریحا اخطار میکنم که پس از این برخلاف ترتیب فوق در هر یک از روزنامه ها از این بابت ذکری بشود، آن جریده را توقیف و مدیر و نویسنده آن را هم هر که باشد تسلیم مجازات خواهم نمود. از یک طرفی مجلس ما شیک و قشنگ، از یک طرفی عرصه به میلیون تنگ، قانون و حکومت نظامی و فشار، این است حکومت شترگاو پلنگ. صدور فرمان دستگیری فرخی یزدی و بستنشینی فرخی به همراه چند روزنامه نگار دیگر در سفارت روسیه. اجنبی گرم مثل می دهدت ساغر نوش، نوش نیش است منوش. سیوم اسفند 1300، تمامی روزنامه به غیر از روزنامه دولتی ایران توقیف می شود. رضاخان به ناچار به دیدار بستنشینان در سفارت روس می رود. فرخی با تأیید تمکین جانی پس از 5 ماه سفارت روسیه را ترک می کند. زین العابدین رهنما در روزنامه ایران فرخی را به خاطر بستنشینی در سفارت روسیه شدیداً شماتت می کند. سیوم شهریور 1301، فرخی سرمقاله‌ای با عنوان ابوالهول ارتجاع می نویسد: آقای سردار سپه در مملکت مشروطه در مقابل مجلس قانون اجازه نمی دهد یک وزیر هر چقدر هم مقتدر باشند مدیر روزنامه را جلب و دادگاه نظامی کنند. در صورت مقصر بودن مدیر روزنامه باید مقررات قانون او را مجازات کند، نه اراده شخصی. ششم مهر ماه 1301، مقاله فرخی یزدی در طوفان: خوشبختیم که برای اولین بار وزیر جنگ خود را راضی نمودند به محکمه تسلیم شوند. ما حاضریم در مقابل محکمه معتمدن به محکومیت خیش اقرار و دامان بیگناه خود را آلوده به خون بنگریم، ولی راه تاریک و مسدود محاکمه وزرا با افراد ملت مفتوح شده و تساوی حقوق عامه در برابر قوانین مملکتی ثابت گردد. اینک ما مجلس محاکمه. نهم مهر ماه 1301، فرخی با یک رباعی اقامت احمدشاه در اروپا را مورد نکوهش قرار می‌دهد. سرپرست ما که می‌نوشد سبک رطل گران را، می‌کند پامال شهوت دست رنج دگران را. پیکر اوریان دهقان را در ایران یاد نارد، آن که در پاریس بوسد روی سیمین پیکران را.
پانزدهم بهمن 1301 روز دادگاه جراید قیام و ایران آزاد به اتهام توهین به سلطنت و انتشار سرمقاله طوفان. امروز اولین روزی است که پس از 17 سال مشروطیت به سمت تساوی حقوق افراد پیش می رویم. با اینکه محکومیت اعلی حضرت را قانون تصریح نمی کند، ما به نام تساوی حقوق عموم از پادشاه ایران در حاضر شدن به این محکمه تشکر می کنیم. احمد شاه شکایت خود را پس می گیرد. ما دایره کثرت و قلت هستیم، ما آینه عزت و ذلت هستیم. تو در طلب حکومت مقتدری، ما طالب اقتدار ملت هستیم. مراکز توزیع و فروش جراید از ترس شهربانی روزنامه طوفان نمی فروشند. 4 آبان ماه 1302 طوفان. ایرانی بدبخت و بیچاره مثل دریقی شده است که از بیم و هراس مرگ به هر وسیلهی متشبس و متوسل می گردد. روزگاری دل خودمان را به این رئیس الوزراء خوش کرده بودیم، روز دیگر با آن یکی. ما با اصلاحاتی موافق هستیم که گردش و حرکت چرخان به دست عامه و به اراده ملت باشد. 11 آبان ماه 1302 احمدشاه برای همیشه به اروپا رفت. همان روز حکومت عثمانی از سلطنتی به جمهوری تبدیل شد. هفته بعد اعلام تبدیل حکومت سلطنتی به جمهوری در ایران توسط سردار سپه و انتشار سرمقاله طوفان. روزنامه های ما وسیله شهوترانی و بلهوسی هر متنفذ متمولی گردیده، بلکه به طور کلی وسیله اجرای مواسط شوم متولیان بی‌آبرو و حیثیت شده است. تبعید فرخی یزدی به کرمان. آخر فروردین ماه 1303 پایان تبعید فرخی یزدی به کرمان و آزادی از زندان با پادرمیانی تیمورتاش. 26 بهمن 1303 سردار سپه فرمانده کل قوا می شود. 9 آبان ماه 1304 خورشیدی اعلام انقراض حکومت 153 ساله قاجاری. آذر ماه 1304 خورشیدی رضا خان رضا شاه می شود. پایان انتشار طوفان هفتگی و خانه به دوشی فرخی یزدی. اقامت در گاراژ وطن، اقامت در کوچه غریبان جنب بازار آهنگران، اقامت در منزل حسین باستانی دایی سید جلال ویژگان. روزی منزل بودم که دیدم که یه آقای با دایی من وارد منزل شدن. گفتم دایی جان این آقا کی باشن؟ البته نه جلو این آقا، در غیاب گفتن ایشون فرخی یزدی، شاعر، مدیر روزنامه طوفان. زنگ در رو زدم بالا رو رفتم، دیدم یه آقای شیک، کرواتی شیک، پشت در ایستادن. تو نامه رو بگی بهشون بده. نهار که آوردم دیدم با داییم داره مشورت میکنه که آقای باستانی به من پیشنهاد، من میخوان گول بزنم، پیشنهاد شغل کردن به من وزارت. ولی من گفتم اگر شغل شریف روزنامه نگاری رو دوباره طوفان آزاد کنید، برای من از همیشه بالاتر و بهتره. من شغل قبول نمی کنم. هنوز رژیم امیدواره که فرخی به راه بیاد و بتونه فرخی جذب کنه. به هر حال فرخی نویسنده توانا بوده، شاعری توانمند بوده، همچنان که بسیاری را توانستن جذب کنن که نمونش عبدالحسین حجیر هست که حجیر خودش کارمندان روزنامه طوفان بوده، بارها بهش پیشنهاد کردن، حتی اشاره میکنن که بارها تیمورتاش اومده در خونه فرخی، پیشنهاد زمین بهش دادن، پیشنهادهای زیادی به فرخی دادن که سر برا بشه، چون به هر حال نویسنده شاخصی بوده،
به نفعشون بوده که این هم در در اصلا جهت حمایت از رژیم باشه. گرچه مجنونم سوم مهر ماه 1307 ورود فرخی یزدی مدیر طوفان، محمود رضا طلوع مدیر طلوع و علی دشتی مدیر شفق سرخ به هفتمین دوره مجلس شورای ملی. انتشار مجدد روزنامه طوفان. انتخاب شدنش به عنوان یه وکیلی آدمی آمده اینجا از یزد، آشنایی به اون صورت نداره، کسی رو نداره به اون صورت، میاد و میتونه به راحتی وارد مجلس هفتم بشه. خب این نشون میده که مردم او رو شناخته بودن از طریق همین نوشته هاش بوده دیگه. پنجشنبه 19 دی ماه 1308 مشروع مذاکرات جلسه 93 مجلس شورای ملی. فرخی یزدی به واردات اجناس لوکس و تجملاتی توسط دولت اعتراض میکند. پیشنهاد فروش جواهرات سلطنتی را ارائه میدهد. فرخی و طلوع به اختلاس 300 هزار تومانی در انبار قلعه دولتی اعتراض کرده و وزیر عدلیه را مورد انتقاد قرار میدند. آیا اکثریت مجلس خیال میکند که من در ضمن اظهار مطالب خود ناسزا خواهم گفت که نمیگذارند حرف بزنم؟ معاذالله، هرگز، بلکه میتوانم اطمینان دهم که در اینجا بنابر مصلحت عمومی صحبت خواهم کرد. انصاف و مروت مقتضی است که اکثریت مجلس احساسات بی آلایش یک نفر نماینده ملت که در اقلیت است را ترور نکرده و بگذارد حرفهای خود را بزند. 26 مرداد 1309 آخرین اعتراض در مجلس. به حکم قانون انتخابات باید آزاد باشد. به حکم قانون ملت در رأی خود آزاد است. فرخی یزدی به شدت مضروب می شود و سخنان رد و بدل شده ثبت نمی کرد. اقامت و تحسن فرخی یزدی در مجلس به دلیل عدم امنیت جانی تا پایان دوره هفتم مجلس شورای ملی. اواخر تیر ماه 1309 فرار به شوروی. در بار دوم که خودش آزادانه به شوروی رفت و اون حکومت ترور و وحشت را دید، بارها لب به اعتراض گشود و دولت شوروی هم او را به عنوان عنصر ناراضی تشخیص داد و در صدد بود که هرچه زودتر از شوروی خارجش بکنه، اینه که با همکاری سفارت ایران در مسکو و موافقت دولت از روسیه اخراج شد. ما زاده کیقباد و کیکاووسی، جان باختگان وطن سیروسی، در تحت لوای شیر و خورشید، ای لرد آزاد ز بند انگلیس و روسی. با روسا آبش به یه جوبی نمیره و تصمیم میگیره با آلمان بره و در آلمان روزنامه طوفان را بر ضد دولت ایران انتشار داد. در یه روزنامه‌ای به نام پیکار که متعلق به یک خیر ایرانی بوده و اونجا منتشر میشده مقالاتی مینویسه. 26 بهمن ماه 1309 توقف روزنامه پیکار در آلمان پس از 11 شماره. مقالاتی که اون مینویسه به گونه‌ای میشه که در حقیقت پادشاه که رضا شاه باشد توسط سفیر خودش در آلمان اعلام جرم بر علیه روزنامه و روزنامه‌نگارا میکنن، کار به دادگاه میکشه. دفاعی که فرخی یزدی در دادگاه میکنه سفیر و حکومت ایران رو محکوم میکنه. تبعید بزرگ علوی از آلمان به وین و انتشار روزنامه نهضت توسط فرخی یزدی، برگزاری دادگاه بر اساس ادعانامه‌ای علیه رضا شاه در آلمان. ولی کم فشارها همچنان ادامه داره. در حال یه حکومتی پشت این فشارهاست و دولت آلمان در یه جایی به گونه این حلقه رو بر فرخی یزدی تنگ میکنه
که او با وجودی که یک روزنامه مستقل خودش به نام نهضت رو در اونجا منتشر میکرده، ناچار به متوقف کردن چاپ اون روزنامه و ترک برلین میشه. ششم تیر ماه 1311، اخراج فرخی از آلمان. هرگز تحت تأثیر اون کشورهایی که رفت ما میبینیم قرار نمیگیره. اون در اوایل جنگ جهانی اول به عراق فعلی میره، در شهرهای بغداد، کربلا و موسل ما میبینیم که در یادداشتایی که داره در اونجاها بوده. 14 تیر ماه 1311، دستگیری در مرز دانمارک. 26 تیر ماه 1311، تحویل فرخی به آلمان. 24 مرداد 1311، ورود فرخی به خانقین از راه کرکوک و موسل. اواخر مرداد 1311، ورود فرخی به تهران. این فرخی دو بار به باغ ما آمد، یه بار در زمان پدرم که پدرم زنده بود و اون موقع نماینده مجلس مدیر روزنامه طوفانم آمد اونجا و دو تا امانت از ما اجاره کرد. باست امانت داشتی که خودمون نشسته بود، دو تا وسط باغ آخر باغ بود، اجاره کرد و اون موقع وضعیت خوبی داشت. یک شخصی داشت که شعرهای او رو با آواز بلند میخوند، یه ندیم داشت، مردی بود که همیشه با اون با هم بودن، نوکر داشت و وضع خوبی. در آلمان هم دیدیم که به اون صورت اون دوامی نیاورد و در حقیقت زیر توصیه هایی که اون زمان تیمورتاش وزیر دربار رفته بود در آلمان و به نوعی میخواستن این روزنامه نگاری رو که سر پرشوری داره و داره براشون دردسرهایی در خارج از کشور ایجاد میکنه رو به داخل کشور بیارن، حالا با چه حیله ای اون موفق میشه فرخی یزدی رو بهش بقبولنه که به ایران بیاد و در ایران بتونه به فعالیتش ادامه بده، اون قبول میکنه، میاد به ایران. به فرخی اطمینان داد که شما خطر شما رو تهدید نمیکنه، بیاید به ایران، من حفظ میکنم شما رو. وقتی برگشت تحت نظر گرفتنش. عباس مسعودی مدیر روزنامه اطلاعات. فرخی به ایران آمد و به حضور شاهنشاه فقید بار یافت و مورد مهر ملوکانه قرار گرفت. شهریور 1311، اقامت در اتاقه که زیر شیوانی گاراژ باربری وطن در سراح همین حضور. دستور دادن که این آقا رو از اینجا دیگه ببرن به باغ کلافرنگی دربند. حصر فرخی یزدی در همسایگی کاخ تابستانی سعدآباد، در دربند، در گوشه باغ پدر عباس یمینی شریف. رفت اونجا دیدیم که در یه حال بسیار فقیرانه در کنار باغ پای یه سنگچین، یه دیوار، یه مقدار اسباب اساسی محققی گذاشته و اونجا نشسته. در حال زندگی معمول خودش رو بگذرونه و من میرفتم این پولا رو سش جمع میکردم و میاردم بهش میدونم. خیلی وضع بدی داشت، کسی نداشت، چی نداشت. میرفتم به دربند، میدیدم که فرخی با بیجامای سر تا پای کین نشسته رو گلها، داره با گلها بازی میکنه. قسمت گلکاری که جلوی امانت کرده بود با گیاه ناز، ای که پرسی تا به کی در بند در بندی ما، تا که آزادی بود در بند در بندی ما. ای که پرسی تا به کی در بند در بندی ما، تا که آزادی بود در بند در بندی ما.
و زیر نظرش داشتم. در یکی از شعراش هم نوشته چون میروم به گردش آید ز پی مفتش هم چیزی بپیشه. همیشه مفتش رو دنبالش بود. و از همون جا هم او رو بردنش به زندان. بعد فهمیدیم که این آقا به عنوان این که بدهکار برای مبلغ جزئی به زندان اداری ثبت داد. گناهکار دوره دیکتاتوری خیلی بدبخت است. اگر هم جرمی کرده در اثر بدبختی های رژیم دیکتاتوری است. پس با چنین تیر روزانی باید مهربانی کرد. این فرخی یه سگی بزرگی داشت. این سگه رو بسته بود به پای یک تختی که تخت رو گشته رو نهر آبگاه و نهره. این میرابه آمد که از پلوی سگی رد چیز سگه با زنجیر بود به تخت بسته بود بهش حمله کرد و بنا کرد به او کردن اینها. میرابه بیلش رو گرفت و کشید زد به پر پای این سگه آب سگ بسته اونم همینطور میزد با بود. فرخی آمد وقتی دیدش که میرابه رو سگ رو میزنه عصبانی شد و فریاد کشید که هرچی از درش در آمد به همون رضا شاه و تمام دربار و تمام دولت فوش را آقا هم میره گزارش میده. بله ما رفتیم اونجا و به شاه فوش دادن آمدن گرفتن بردن شد دیگه اما ندیدیم. شما اگر دوره 7 سال طوفان را نگاه بکنید بسیاری از اقدامات مثبتی که میشد فرخی حمایت میکرد. حالا ممکن نبود که مثلا حتما بگه که آقای پهلوی آقای رضا شاه دست در نکنه، ولی وقتی نمایشگاه امته وطنی به لباس پوشاک وطنی برگزار میشد فرخی حمایت کرد. قضیه راهن فرخی پشتیبانی کرد، به خصوص این 3 سال آخر روزنامه طوفان. پنجم اردیبهشت 1306 الغای کاپیتولاسیون به معنای انقضای برتری قضایی اتباع خارجی در ایران توسط رضا شاه. 22 اردیبهشت ماه 1307 جشن فرخی یزدی به مناسبت الغای کاپیتولاسیون در دفتر روزنامه طوفان. یکی از اقدامات مثبت پهلوی اول طبعا الغای کاپیتولاسیون بود که این هم حتما فرخی از این مسئله راضی بود و به این دلیل اون جشن را برگزار کرد. هر اقدام مثبتی شده اون همراهی کرده. بیشتر از به صلاح ضرب و شتم روزنامه نگاران و کارهای خلاف قانون رضا شاه ناراحت بود. البته دعوی براندازی نداشت ولی انتقاد میکرد. البته ایشانی که به مسائل آزادی و آزادی خواهی علاقه مند بودند به هیچ وجه خدمات رضا شاه را در ازای زیر پا گذاشتن آزادی خیلی مورد توجه قرار نمی دادند. برای خدمات رضا شاه برنامه مشروطیت بود و این برنامه اجرا شدنی بود. در هر حال رضا شاه هم که آمده بود چاره ای نداشت جز این که اون چه که خواهان مورد خواسته مشروط خواهان بود اینا را به منصه ظهور و بروز برسوند. بنابراین اون حرکتی که آزادی را زیر پا گذاشت و دیکتاتوری را به جای آزادی نشوند اون برای کسانی که روشن فکر واقعی بودند قابل تأمل نبود و نمیتونست که معادله داشته باشه با خدماتی که داره میکنه. فرخی یزدی عادت داشت با ابتدای ترین وسیله مثل زغال اشعارش رو روی دیوار بنویسه. آن زمان که بنهادم سر به پای آزادی دست خود ز جان شستم از برای آزادی تا مگر به دست دارم دامن وصالش را می دوم به پای سر در قفای آزادی. 7 آبان ماه 1317 گشودن پرونده عصای ادب به بندگان اعلی حضرت همایون شاهنشاهی. زنان قصر کریدور شماره 4 اتاق 23
ای دژ سنگ دل قصر قاجار، ای تو آرام گهه جمله احرار، با تو بس خر سواری کنند، حفظ سرمایه داری کنند. یه وقت بودم چه شد در زندان، چه اتفاق افتاده بود؟ فرخی شروع کرد به صحبت کردن، همونجا توی حیات زندان چه بود شروع کرد به با صدای بلند صحبت کردن و نوستردن اینها. خبر کنجی آسید اداره زندان آمد از رئیس زندان آمد و رئیس شاشو بلند ایستاد و با همون موقعی که اینا با همینطور حرف میزد و سخنگویی میکرد و چیزهای راجع به دولت، راجع اشخاص مختلف قوام سر کرده، راجع اشخاص مختلف چیزی بگو به صدا و خیلی بلند. آخر اسفند ماه 1317 انتقال فرخی یزدی به سلول انفرادی نمناک. دستور صادر شد به پزشک احمدی که آقا اینو راحتش کن. یک چند به مرگ سخت جانی کردیم، رخسار به سی که زندگانی کردیم. 14 فروردین ماه 1316 خورشیدی، اقدام به خودکشی با تریاک همراه با نگارش شعری بر دیوار زندان. می روم در مجلس هیچ دانی از خود را خوب تزیین، هیچ دانی از چه خود را خوب تزیین می کنم، بهر میدان قیامت رخش را زین می کنم. می روم امشب به استقبال مرگ و مردوار، تا سحر با زندگانی جنگ خونی میکنم. میروم در مجلس روحانیون آخرت و در آنجا بی کتک طرح قوانین میکنم. نامه حقگوی طوفان را با آزادی مدام منتشر، بی زحمت توقیف و توهین میکنم. خودکشی هم بر اثر یک فشار و یه شرایط خاصی برای یک زندانی پیش میاد و درسته که مستقیما توسط فرد انجام میشه، ولی عواملی که باعث میشه که یه شاعری خودکشی کنه هم بی تأثیر نیست. مثل که قصد خودکشی کرده بود، ظاهره چیز خورده بود که مثلا خودشی بکشه چه جلوشی گرفته بودن. خودکشی با مواد مخدر یا تریاک که بهشون نسبت دادن شاید یکی از راحت ترین روش های مرگی که یک نفر میتونه انتخاب بکنه. برای خود برگردوندن ایشون از اون حالت، یا این بوده که اون موقع تصمیم به کشتن ایشون نداشتن، یا این بوده که ایشونو برگردوندن که شکنجه و تحت عذاب بیشتری قرار بدن. من جمله خدا بیامرز خودشون که تو شعری که آوردن گفتن زندگی کردن من مردن تدریجی بود، آنچه جان کند تنم اوم حسابش کردن. نوروز 1318 خورشیدی و شایعه عفو عمومی. سوگواران را مجال باز دید و دید نیست، باز گرده اید از زندان که ما را اید نیست. 24 مهر ماه 1318 قتل فرخی یزدی به استناد ادعانامه دادستان. شبانه سه نفر میرن بالا سر فرخی، فرخی را میگیرن و توسط پیزش احمدی آمپول هوا، یعنی آمپولی که فقط هوا داخلش بوده، به فرخی تزریق میکنن. با تزریق آمپول هوا عملا چون عروق خونی بسته میشه و این میتونه باعث آمبولی هوا بشه و یک درد بسیار شدید و وحشتناک، مثل کسایی که ام آی میکنن یا بیماری قلبی دارن همیشه توصیف میخوان بکنن دردشون، میگن شدیدترین دردی بوده که ما تو عمرمون تجربه کردیم. این دردم که با تزریق آمپول هوا باعث این کار میشه جزو شدیدترین و
قاسبانه ترین روش های مرگه که فردی که مورد این عمل قرار میگیره شاید بزرگترین دردیه که میتونه توی طول عمرش تجربه کنه. آن زمان که بنهادم سر به پای آزادی، دست خود زندان شستم، از برای آزادی، از برای آزادی، در محیط توفانزا آهران در جنگ است، ناخدای استبداد با خدای آزادی. بعد سعی میکنن که فرخی یزدی رو به یه جناحی یا یه گروهی منتسب نشون بدن. من تصور نمی کنم که او واقعا درد مملکت رو داشت. تصور میکنم شهرت بیشتر محرک او بود، ولی عملیات او تا آخر او را یک نفر علاقمند به وطن معرفی کرد. شاید نیتش هم چنین بوده باشد. دست دست بی سر و پا، دست هر بی سر و پایی نرسد بر خط عشق، دست هر بی سر و پایی نرسد بر خط عشق، مرد از دایره عقل برون میخواهد. ما در نوشته ها و آنچه که از او باقی هست وقتی مطالعه میکنیم احساس میکنیم که فرخی یزدی یک روزنامه‌نگار مستقله که در جهت آزادی و آزادی‌خواهی داره کار خودش انجام میده. مرحوم فرخی تنها کسی که در عمر شاعریش مدح کرده، مدح مرحوم سردار جنگ میکنه که اونم میگه که سردار جنگ من مدح تو نمیکنم، بعد بلکه مدح کارهایی که برای یزد انجام دادی میکنم. اتفاقا فرخی از اوناست که شعرش تو روزگار خودش اثرگذاره. همین غزل معروفی شب چو در بستم و مست از می ناوش کردم، ما اگر حلقه به در کوف جوابش کردم، غرق خون بود و نمیمرد ز حسرت فرهاد، خواندم افسانه شیرین و به خوابش کردم. همون زمان در همه جا میپیچه، من جمله در افغانستان فضلا شعرا و سرایندگان افغانستان رو تضمین میکنه. شب چو در بستم و مست از می ناوش کردم. نمیشه شما تاریخ روزنامه‌نگاری ایران رو مطرح بکنید و ذکری از محمد فرخی یزدی نکنید. نمیشه اصلا، چون در حال سبک کارش، نوع کارش تلاشایی کرده و اینکه او در حقیقت برای اون اثبات حقانیت خودش جونش رو پای این قضیه میگذاره و این خیلی ارزش داره دیگه. در حال در روزنامه نگاری این بسیار نقطه روشن و با ارزشی است. من اون رو روزنامه نگار سیاست مدار می دانم. راجع به مسائل جاری سیاسی شعر می گفت و نمی خوام کلمه ادیب به کار ببرم، ولی بیشتر باید بگم روزنامه نگار بود. اصلا رباعی احیا میشه در روزگار پس از مشروطیت. یکی از احیاگرها فرخی یزدیه. ببینید مثلا ماجرای 53 نفر رو شما وقتی که اینا اعتصاب قضا میکنن تو زندان، مثلا فرخی رباعی میگه صد مرد چوشیر، صد مرد چوشیر عهد و پیمان کردن، با شوق و شف ترک سر و جان کردند، چون شیر گرسنه از پی حفظ مرام، اعلان گرسنگی به زندان کردند. اما تو شعر ما آدمی به این آزادگی و اینقدر مظلومیت و به خاطر شعرش هم کشته میشه که اینکه اسلحه نداشته، گروهی نداشته، باندی نداشته. شما یه دونه فعالیت حزبی ببینی از فرخی، خب اون زمان تقیه ایرانی اینا بودن دیگه، مگه نمیتونست بره جزء 53 نفر بشن 54 نفر؟ فقط در فکر روشنگری مردم بوده. یه مشابهت عجیبی هستش بین سرنوشت فیزیکی جسد فرخی و جسد رضا شاه. هم جسد رضا شاه هم معلوم نیست کجاست، هم جسد فرخی. ببینید در گزارش زندان هست که 24 مهر 1318 یا 25، حالا یا شب 24 صبح 25 ایشون به اصطلاح به شهادت میرسه.
و طبق تحقیقی که آقای حسین مکی که آن زمان یعنی بعد از شهریور 20 در شهرداری تهران بوده، آخرین تحقیقاتی که بهش رسیده این است که در بیابان‌های مسکر آباد دفن است. طبق نوشته کتاب گذشته چراغ راه آینده هست، در حیات بیمارستان زندان در باغچه بسیاری از مثلا استخوان خارج شده. فرخی هم با رنج و سختی در زندان کشته شد و از دنیا رفت و برخی از اونها مثل فرخی، مثل نسیم شمال، حتی نشانه ای از گور خودشون هم باقی نگذاشتن. الله الحمد که تهران بود آزرم بهش، ملت از هر جهت آسوده، چه زیبا و چه زشت، اغنیا مشفق و با عاطفه و پاک سرشت، فقرا را نبود بستر و بالین از خشت، خواهی ها مال ملت نشود حیف به تهران یک جا، نبود خرقه بیچاره معلم بگرو، مال ملت نشود حیف به تهران یک جا، نبود خرقه بیچاره معلم بگرو، کشته صبر آجان را نکند فقر رو، از کهن مخبر ما این خبر از نو بشنو، خبرت قصدتم و جور اثری نیست که نیست، خبری نست که اینجا خبری نیست که نیست، هلغرد دستم و جور اثری نیست که نیست، خبر این است که اینجا خبری نیست که نیست، دستم و جور اثری نیست که نیست، خبر این است که اینجا خبری نیست.